خدا. آقای شاد تشکر زی که بر ما وقت گذاشتین و در اول میخوایم که خود بخشی بیننده های منجی استیدیو معرفی کنین و هر معلوماتی که درباره قریه اب خودین بخشی بیننده های ما ارائه کنین. سلامت باشین آقای همتی و گروپتان، خیلی ممنون، خیلی صفا آوردین به قریه زیبا و سرسبز آبخو. ما عتیق ارشاد هستم، یک تن از باشنده های امی قریه، دمی قریه متولد شدم، دمی قریه جوان شدم و احتمالاً دمی اینجا بخی هستم تا اینکه بمیریم. و فارغ التحصیل رشته ژورنالیسم پانتونی کابل در سال گذشته، اما امسال به دلیل یک سال استثنایی سال کرونایی ما همینجا ماندگار شدیم و مصروف یک سری کارهای اجتماعی و دهقانی و حتی گلکاری و اینا هستم. دیگه خدمت شما عرض کنم که قریه آبخو، ما جالب اینجاست که وقتی شما با ما صحبت کردین که وجه تصمیم قریه آبخو پیدا بکنین، ما با یک چند تن از ریش سفیدا صحبت کردیم که چرا قریه قریه آبخو میگن، اما اونا تحلیل دقیق نداشتن. اما تحلیل که نسبت شخصی به خود میگیره، تحلیل شخصی خود است، چون یک قریه سرسبز با آب زیاد و هوای خوب است، میگه که آب پیشوند آب سرازی اضافه شده آبخو، یعنی که یک قریه سرسبز و آبدار هست. دیگه این یک تحلیل شخصی خود ما هست که فکر کنم تا جای معتبرم هست. اما اگر دوستای دیگه در مورد اسم آبخو کدام معلومات دیگه داشته باشه که بعدن شاید با ما شریک بسازن. قریه آبخو در مورد حدود اربع یا چهار طرفش برتون که معلومات بتم، از طرف شرق با قریه قنبر و سعید آباد و همچنان گوشه از سیابوته، در قسمت شمال قریه سیابوته و همچنان قول گوخرو و رایکلان، در قسمت غربی قریه کتسنگ و قسمت جنوب دریای ارغنداب که گذشته از دریای ارغنداب میشه قسمت های از کتسنگ و بخش از این میشه از خواجه و گوشهش هم از آب برده. دیگه این قریه تقریبا در حدودی، اگر متعلقات قریه هم در نظر بگیریم، در حدود نزدیک به 200 خانواده میشه، خانوار میشه. اما اگر خودی مشخصا مسجد قریه آبخو در نظر بگیریم، بالای 70 خانه، نزدیک 70 خانه هستن که اگر نفوس هر خانه رو مثلا 7 نفر در نظر بگیریم، حد اوسط را 70 ضرب در 7 7 49 490، اگر ریاضی مشکل نداشته باشه 490 نفر تنها قریه آبخو. اما اگر 200 را بگیریم، کل متعلقات آبخو را که میشه 200 ضرب در 7 7 2 14، 1400 نفر نفوس کل متعلقات آبخو میشه. و این قریه قسمی که شما در تصویر میبینین، یک قریه با آب فراوان سرسبز با درآمدهای زراعتی خاص خودش که میشه در بخش زراعتی، یک قریه کاملا زراعتی و سرسبز در نظر بگیریم. مثلا ما اینجا در آبخو او تو یک میوه، او تو یک غله، او تو یک سبزی نداریم که اینجا مثلا حاصل نده، یعنی بهتر از هر جای جاغوری بجز قریه های پایین تر از ما که شامل تایلوم و خرتزگی جا میشه، اونا اقلیم خوبتر دارن. اما میتونیم که بعد از اونا آبخو رو در کاتگوری بهتر قرار بدیم که یک اقلیم مناسب برای زراعت داره، که خوشبختانه مثلا زمستان ما اونقدر برفگیر نیست که از حد تحمل برای ما. این در حدود 25 سال زندگی کردم در اینجا، در طول همین 25 سال تنها فقط یک سال ما یک زمستان دیدیم که راه ما بند شده، نیاز به جارو کردن برف شده. دیگر مدت ها ما هیچ وقت حتی زمستان نیاز نیست که راه عبور مرور خود را باز بکنیم، خودش در حد نیست که مثلا راه عبور مرور ما را بند کنه. و تابستان هم به دلیل سبزه و درخت و اشجار اینایی که زیاد است، تابستانش با وجود از اینکه گرم است، اما با وجود این درخت ها میشه که را قابل تحمل حساب بکنیم. درآمدها یا حاصلات زراعتی جای را گندم، جو، جواری، همه حبوبات که در جاغوری تولید میشه اینجا تولید میشه و بخش سبزیجات هم اونطور، علاوه بر اینکه مردم میتونن نیازمندی های خودشان را چی کنه مرفوع کنه، میتونه حتی به بازار عرضه کنه. ما خانواده های زیادی را داریم که مثلا ماست به بازار عرضه میکنن، سبزی به بازار عرضه میکنن و مثلا کچالو و خدمت شما عرض کنم گندم و جواری و جو اینا به بازار عرضه میکنن، یعنی بالاتر از سطح نیاز خودشان تولیدات زراعتی اینا دارن که جای خوشحالی است بر ما. و در قسمت آبش، آب ما
البته نه خوشبختانه نه بدبختانه، در حد معمول میگم. آب ما نسبتا آب وابسته است، یعنی آب قری آب خو وابسته به جوی نو یا جوی پشتونیار است که از سبزچوب پایین بسته شده بندش دیگه. یعنی بخش بزرگی از زراعت ما وقتی آبیاری میشه از طریق از همین جوی پشتونیار آبیاری میشه، و اما کارس ها و چاهای خرد و کوچک دیگه هم در منطقه داریم که اونام به زراعت ما به آبیاری ما کمک میکنه. و در این بود در قسمت زراعت. وضعیت اقتصادی یا درآمد های اقتصادی مردم را بگویم، در قسمت اقتصادی مردم آبخو اقتصاد متوسط دارن، نمیگم که در حد اعلا زندگی بسیار لوکسی دارن و نه در حد فقر و زیاد بدبخت نیستن، در حد اوسط زندگی میکنن، زندگی بخور نمیر و زندگی خوبی قناعت بخشی دارن حداقل. و درآمد های اینا در چند کاتگوری خاص تقسیم میشه. عده زمیندار هستن که بالای کشت و زراعت تکیه میکنن، علاوه اینکه از زمین برای نیازمندی خودشان بالا میکنن حاصل و بازار عرضه میکنن، بخش از نیازمندی های بیرونی خود را از او مرفوع میکنن. و مهاجر داریم به کشورهای مثل ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی و استرالیا و آمریکا اینجا که بخش از فامیل ها از او طریق اکمال میکنه خود را. و تجارت داریم، تجارت پیشه داریم اینجا قریه ما، خوشبختانه تجارای خوبی هم دارن که از بازار سنگ ماشه گرفته تا بیرون تر از جاغوری حتی ما تجار داریم که چی میکنن. و همچنان کارمندای دولت داریم، کارمندای دولت چی در خود جاغوری و چی بیرون از جاغوری در کابل و ولایت های دیگه، اینا مصروف کاروبار در ادارات دولتی هستن و میتونن امرار معاش از این طریق بکنن. این بخش اقتصادی قرار تشکیل میده که گفتم در حد اوسط است. در بخش معارف و فرهنگ که بیاییم، خوشبختانه آبخو هم مجزاز جاغوری نیست و اینا هم پیروی همون رسم و رسوم جاغوری است، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ معارف و آموزش. اینا دیگه مردم ما رسم و رواج های خاصی که بگوییم تفاوت با بقیه مناطق ایجاد میکنه نداره، پیروی همون مناطق است. اما یک ویژگی خاصی این مردم داره که قابل یادآوری است. جالب اینجاست که دوستای ما بیرون از قریه ما حتی بیرون از جاغوری برای ما گوشزد میکردن، وقتی یک گزارش از قریه آبخو نشر شد که ما مثلا روز زن را، روز معلم را و برخی از برنامه های فرهنگی دیگه را ما در مسجد ما میگرفتیم، یک تعامل خاص فرهنگی را بین نسل قبل و بعد ما در واقع به نمایش میگذاره. یعنی ما قدرت تعامل پذیری را بین خود داریم. ما در جاهای مختلف میبینیم که در مسجد ها اجازه برگزاری مراسم جز مذهبی اجازه نداره، اما خوشبختانه در آبخو ما مسجد ما با وجودی که سالن اجتماعی نداریم، اما میشه که از اون مسجد ما به عنوان سالن اجتماعی استفاده بکنیم، اجتماعات خوبی داریم. و همینطور مثلا در بخش ورزشی خوشبختانه آبخو یک نام پرآوازه‌ای در جاغوری داره که جا داره که از شخصیت‌های ورزشی اونا یک یاد بکنم، مثلا مامور خادم سعادت یکی از پیشتازای و یکی از قدیمی کارهای ورزش در قریه آبخو بود، بعدش مثلا محمد علی جاوید بود، بشیر برادرش بود، عنیف برادرش بود. جالب اینجاست که یک خانواده داریم در آبخو که خانوادگی ورزش پیشه هستن، ورزش دوست هستن و تقریبا چند برادر ها میشه که تقریبا یک تیم را تشکیل بدن، یک تیم فوق العاده قوی والیبال را که خانواده آتی بشیر میگن. و بعدش مثلا کی هست نامش یادم نفته، بچه آج یوسف عادی جان که حال در مهاجرت بسر میبره، یکی از ستاره های درخشان ورزش ما بود که مثلا وقتی اونا در ورزش پا گذاشتن یک جوان جالبی بود. بگذارید یک خاطره هم ازشان تعریف بکنم که اگر شنیدن ناراحت نشن. یه وقتایی که وارد بازی بزرگ سالا میشد اکثرا به اون میخندیدن، اصلا اجازه حضور به میدان بزرگ سالا را به اون به سختی میداد، اما وقتی صدا زور کشف کردن دیدن که بابا این میشه که یک ستاره تبدیل شوه که یا خداش بیامرزه دلشاد بابا، یک خاطره جالب از او داره. و مطمئن هستم تیم بابا و داله که با اونا در رقابت تنگاتنگ قرار داشتن حتما اینا رو میشناسه، ستاره های ورزشی آبخو رو مطمئنا میشناسه. اما در نسل بعدی ما که نام بگیریم، حالا مثلا بچه های زیادی نوسمری داریم در ورزش ما که همه ایشان در سالون با هم دیگه همه بچه های ورزش دوست جاغوری اونا رو میشناسن. و بیایم در قسمت آموزش و معارف، قریه ما اگر بیایم
یعنی اقتضای زمان، اقتضای شرایط ما را به دو قسمت تقسیم کرده، آبخوی غربی و آبخوی شرقی اگر در نظر بگیریم. دیگه قسمت آبخوی شرقی که نزدیک به بازار میشه، اینا چی دختر چی پسرش به مکتبای شهدا و سلطانی میرن، و قسمت غربی آبخو که چون نزدیک کتسنگ است، اینا به مکتب های نسوان فیضیه و ذکور فیضیه میرن، که در سلطانی و شهدا تقریبا در حدود 4-4.5 کیلومتر فاصله ما میشه. در مکتب کتسنگ که از قسمت غربی در نظر بگیریم، در حدود 3-2.5 کیلومتر فاصله ما میشه، که اونج قسمت غربی آب خوب به طرف های خرکوش و کچسنگ میره و طرف شرقی ما به مکتب های سلطانی و چی میرن. که البته در گذشته اشتیاق خوبی داشتن مردم به معارف و حاصلات و نتیجه خوبی هم داشتن که افتخاراتش رو ما داریم در قریه ما، که حالا خوشبختانه اکثرشان در ادارات خصوصا کابل مصروف وظیفه و خدمت به وطن هستن و همون تو در قسمت غربی. اما در گذر زمان که آهسته آهسته آمدیم به عصر اکنون، فعلا ما همون چنان که در سطح جاغوری میل و رغبت مردم به معارف نسبت به قدیم کمتر شده، اینجا هم همون گونه این قضیه صدق میکنه. شاید دلیلش را در جاهای مختلفی ما گفتیم که مثلا تکنولوژی شاید باعث شده باشه که اینا سردرگمی های روزمرگی داشته باشن که شب و روز مصروفی مچون تلفون و فیسبوک و مچون فلان گپای دیگه باشه، ولی به هر حال آنچنان که ما انتظار داریم این نتیجه امروز به مثل سابق نیست، اما به هر حال قناعت بخش هست، چون ما یک نسل قربانی شده هزاران سخنی هستیم که از بیرون برای ما تزریق میشه که آبخون بخش از او قربانی ها هست. و بیایم اگر در شخصیت های آموزشی اینجا بپردازیم، مثلا ما استادایی رو داشتیم، باز هم نام میگیرم از مامور خادم سعادت که فعلا هم یک وظیفه داره در مدیریت معارف که مدتی هم استاد بوده، و بعدش معلم شکرالله که معلم اسبق بوده که حالا فعلا شغل معلمی رو رها کرده، اما یک از معلمای سابقه دار هست، و استاد توران هست در اینجا، استاد توران ظریف میگیم، او در اینجا شغل مقدس معلمی رو پیش برده، و کسی دیگه فعلا شاید آقای باهنر، جواد باهنر یادم آمد، اونام خدمت بزرگی در عرصه، البته آقای باهنر جا داره که در باریدش کمک مفصلتر صحبت کنم، چون اونا خدمتش تنها در سطح آبخو نبوده یا در سطح معارف نبوده. شاید برادرایی که در رادیو جاغوری بیاد داشته باشه، اولین کسایی که او پیشتازای رادیو در جاغوری، یکیش استاد جواد باهنر بود که صدایش هنوزم در آرشیف رادیو جاغوری باقی است، ما صداهایش رو میشنیدیم، برای اولین بار که رادیو در جاغوری اومده بود استاد جواد باهنر در اونجا مصروف بودن، و همچنان استاد واید فرهمند هم جدیدن استاد شده و خدمت خوبی در عرصه انجام دادن. خب در قسمت شخصیت های مهم و برجسته قریه اگر بیاییم، از قسمت غربی آبخو اگر شروع بکنیم، جناب نادرعلی حامید یکی از شخصیت های متنفذ اجتماعی و قومی هست. دیگه خدمت شما که به عرض برسانم، بیاییم طرفتر خداوند رحمت کنه سخیداد کاکایم، اونا یکی از شخصیت های مسلح و خیرخواه قوم بودن، بعدش رمضان مشتر یا رمضان ماستر یکی از شخصیت های اجتماعی دور خود زمان خود بوده و فعلا هم در قید حیات است، خداوند عمرش بده، و یک شخصیت بزرگ علمی ما که سطح تحصیلی بالایی هم داره، جناب باقر بهین، که امینجا از شخصیت اونا در واقع یک الگو برای ما مانده، و یک شخصیت دیگه ما که فعلا در داخل کشور نیست اما در خارج کشور ما شاهد تلاش ها و موفقیت هایش هستیم، آقای شکوری فرهمند که همینجا تحصیل کردن در افغانستان، یک مدت را هم در ادارات افغانستان خدمت کردن اما به دلیل مهاجرت کردن و حالا در استرالیا در خدمت مردم افغانی ها یا و گفته میتونم در خدمت بشریت به قرار دارن، و همچنان خدا بیامرزه حاجی قربان که حاجی قربان میتر میگفتن، اونها یک از شخصیت های بزرگی منطقه بودن، و آقای یونس رمضانی یک شخصیت نظامی که مدت را اینجا در ولسوالی جاغوری قماندان امنیه بودن و فعلا هم در ولسوالی ناور قماندان امنیه هستند، مامور صاحب یا دگروال قیوم یا جاوید که از سابقا چون نامش مامور قیوم مانده اما هنوز هم در زبان مردم هست، اما اونا یک شخصیت نظامی هست با برادرایش اسماعیل احمدی و بقیه.
از شخصیت هایی است که در آبخو بوده زندگی کرده. البته هر شخصیت را کتگوری جداگانه گفتم که بعدش در قسمت آموزش اینا رو نام گرفتم. دیگه و اگر کسی شخصیتی از ذهن ما فراموش شده باشه ما از دوستان معذرت میخواییم، اما میپذیرم که شخصیت های زیادی در این قریه زندگی کرده و زندگی دارن همین اکنون. و دیگر که بیاییم در قسمت چیزی که در مورد آبخو در یک جمله اگر ما بخواییم بگوییم، قریه آبخو مردمی تلاشگر، تاجای منسجم، متحد و حرفشنو و همچنان در برای یک دیگر دلسوز هستند که خوشبختانه ما یک سری پروژه های زیربنایی مثل ساخت سرک و بعضی از بند ها و گپا را که ساختیم اینجا نشان از نیت و وحدتی مردم برای بنوایش میگذاره که من از بابت از این مردم هم متشکر هستم، هم خوشحال. و اگر بیایم حرف را جمع بندی بکنم و در خلاصه برای بیننده های را بگویم که در مورد قریه آبخو آنچه را نمیدانن، قریه آبخو یک قریه سرسبز با مردمی کاملا تعامل پذیر و انعطاف پذیر و دوست داشتنی و نازنین، و همچنان جالبتر اینجاست که میتونن دوستا در فصل تابستان برای میل کردن میوه بیاین تشریف بیارن، ما در خدمتشان هستیم. مردم آبخو با روحیه باز از اونها استقبال خواهد کردن. و جالب اینجاست که قریه آبخو در چند قدمی رود ارغنداب واقع است و اینمی یک تحول بزرگ در زندگی از این مردم رونما کرده که خوشبختانه میشه که حاصلاتش را شما در تصویر ببینید. در قسمت صحت که اگر آدم قانع باشه خوب است. مثلا ما در 4 یا 4.5 کیلومتری شفاخانه های شهدا و فاطمه زهرا قرار داریم و ما در این سن 25 سالگی خود که قرار دارم ندیدم تو یک بیمار را که به دلیل نرسیدن به شفاخانه جان داده باشه. اگر بگوییم قناعت بخش است، آره خیلی از این بالاترش انتظار بیش از حد به حساب میاد، اما فکر کنم اگر مثلا در قریه های بعد از ما یک تعداد مثلا درمانگاه های ابتدایی مثل زایشگاه و اینا اگر افتتاح شود یا بنیان گذاری شود کاری خیلی خوبی خواهد بود. و ببخشید بخش معارف یادم رفت که مردم آبخو یک چیزی را که مشکل امراش دسپنجن میکنن که حرف مخاطبش خواستن خود مردم قریه آبخو است، کسی دیگه این نیست که میشه که در اینجا یک مدرسه یا یک مکتب ابتدایی در اینجا بنیان گذاری بکنن، چون رسم مکتب سازی در افغانستان که نه خصوصا در جاغوری همین گونه بوده که دولت نیومده که مثلا در یک جای رفته باشه یک مکتب را، البته به ندرت تو یک اتفاق افتاده که رفته باشه در یک جای پلان گذاری کرده باشه مکتب را ساخته باشه، اما اکثر مکتب ها با توسط مردم برنامه ریزی شده ساخته شده بعدش دولت اومده یک گوشه از بار کشیده. حالا من انتظار دارم که این مردم خود قریه آبخو یک اقدام منسجم انجام بدن، یک مکتب ابتدایی برای دخترها و بچه های خرد انجام بدن که اینا فاصله دور با مثلا تابستان های گرم سپری نکنند. دیگه در قسمت صحت که گفتم اینمی در بخش مهمش کافی است برای ما، اما در قریه های مثل کرچتنگ جا اگر یک درمانگاه ابتدایی باشه خیلی خوب میشه. و یک مشکل دیگه را که اینجا دست پنجه میکنن مردم، البته باز هم میگم میشم بیشتر هیچ حرف متوجه دولت نیست، متوجه خود مردم آبخو و قریه های همجوارش هست که بعضی از دستان در کارهایش صدایم را اگر بشنوه متوجه میشن که ما کیار میگم، که متاسفانه ما بابت از او افراد متاسف هستم بابت تیوری و اما افکارشون. مثلا وقتی پای روشن در چند قدمی خانه استاد معلم یا معلم زایر در گردنی بالا یا چی میگن جوینو ساخته میشد، اینا همه در حال که اول در کوتل قادی منظور شده بود که مثلا در کوتل قادی پایه شانده شود و ساحه بسیار وسیع را پوشش بده، مثلا از طرف خرکوش و پیدگه و کرچتنگ و آبخو و دشت آبخو و اینا همه جاها را پوشش میده، اما اونا با یک فکر مسخره آوردن اونا را در چند قدمی دیگه پایه شاندن، اما تو کار مسخره در ممدگ هم انجام دادن که حالا دوباره او را خاموش کردن. انتظار دارم که دوستا بیاین یک هماهنگی بکنن تا یک مکتوبی درخواستی بفرستن اونا را شبکه مخابراتی رو بکشن. اینجا ما در چند قدمی بازار قرار داریم، اما مثلا هنوز از نعمت اینترنت و شبکه مخابراتی به دور هستیم. و نهایتا یادم آمد که باید در مورد قریه های کوچیک آبخو صحبت بکنم اگه اجازه تان باشه. از قسمت غربی آبخو شروع بکنیم. قریه که مثلا حامید و برادرش زندگی میکنن رو توغی میگن، بالاتر از او بزدار میگن،
راستی قبل از توغه بارشات داریم یک قریه کوچک که آبخو هست که اونجا هم برادرای زیاد زندگی میکنن، بوزدار که بوستانالی زندگی میکنن همراه برادرها، و از اونجا که بیاییم مثلا تیناغیل داریم، بلن آبخو داریم و همچنان پالوی مجید داریم، خاگا داریم، میدو داریم، دیره داریم، قاش داریم و نام های خورد دیگه هم هستن که اوناش قابل یادآوری فعلا نیست. و در اخیر اگر کدام پیام منجی بخشی بینده ما دوستا باشن؟ بسیار تشکر از شما. ما پیام ما مشخصا به مردم قریه آبخو و قریه های همجوارش هست، به حکومت کاری ندارم. بدبختانه اینجا چند مشکل خاص یا عمده وجود داره. اول که مکتب ها در قسمت غربی و شرقی برای بزرگسالان کفایت میکنه، ما خواست بیش از حد نمیکنیم، اما یک مکتب ابتدایی برای اشتوکای مثل دخترها و پسرای خردی که در تاسین فشش قرار دارن، برایشون تهیه کردن فاصله تا کچسنگ و تا بازار کمک سخت است که اگر دوستای خود آبخو و قریه های همجوارش همت بکنن نمیتو یک بنای بگذارن که یک مکتب ابتدایی اینجا چی شوه، بنیان گذاری شوه، کار خیلی خوبی میشه. چون در کل روند مکتب سازی در جاغوری همین گونه بوده که اینطوری نبوده که مثلا دولت اومده باشه در یک جای مکتب را پلان گذاری کنه. البته اینطوری مثلا این قضیه ها به ندرت اتفاق افتاده، اما بیشتر مردم مکتب را به پای اکمال رساندن، بعدش حکومت اومدن گوشه از بار را کشیدن. من انتظار دارم که دوستای آبخو قریه های همجوار هم یک کار بکنن، یک برنامه‌ریزی بکنن، یک قریه یک مکتب بسیار ابتدایی را اینجا بسازن تا می اشتوکا با سختی زیادی نرن به جاهای دوردست. و حرف دوم که باز هم متوجه برادرای آبخو و قریه های همجوار میشه است که آبخو نه، بگذاریم اصلا در باره قضیه شرکت روشن یک صحبت بکنم. شرکت روشن وقتی میخواستن یک پایه رو در کوتل قادی بشنن اونجا نصب کنن، بعضی از برادرها مشخصا نامش رو نمیگیرم اما نامش در ذهنم هست، با یک فکر مسخره او را موافقت نکردن و هزار یک رقم مشکلات و کشیدگی های در اون قریه ای او را پس آوردن. در چند قدمی پایه اولی که در مرکز بازار است او را آوردن در جوینه و در پالوی خانه مال زایر اونجا شاندن که هم بعد از چند دیر فعالیت دوباره سقوط کرد. و همین فکر مسخره در قسمت ممدگ هم صدق میکنه، اونجا هم یک پایه را شاندن برای یک قریه یک پایه، در حال که مثلا در قادی اگر میشاندن یا در یک کتل دیگه میتونست جمعیت مثلا بالای 4-5 هزاری را زیر پوش خود بتا که اینا. فعلا ما مثلا در آبخو در چند قدمی بازار قرار داریم، اما به دلیل کوههای مثلا بلندی که قرار داره پشت سر وسط ما اینجا از شبکه مخابراتی محروم هستیم. البته نه اونچنانی که محروم باشیم، شبکه کار میکنه اما بسیار مختل و غیر قناعت بخش. دیگه انتظار دارم که همی دوستا و کلانای ما بشینن تا یک مکتوب درخواستی اما پایه را انتقال بتن دوباره به یک جایی که سطح پوششش یا گستره پوشش یک ذره کلانتر باشه. و آخرین پیام به دوستای قریه آبخویی است که کمی به فکر زادگاه و قریهشان بیشتر باشند. تشکر از شما.